با درود بسیار به همه شما عزیزان. دوباره در دفترم هستم و هفته گذشته به هر حال شرایطی بود نمیتونستم در دفتر حاضر باشم، بنابراین امروز هستم خدمت. هفته تلخی بود، هفته سختی بود. من همینجوری که فکر میکنم، به لحظاتی فکر میکنم که مسعود عبداللهی با هم گذروندیم. روزای خوبی بود. آدم بیمهری گاهی میاد، گاهی گلایه میاد، این همه هست، در همه دوستی ها هست. اما یه چیزی بهتون بگم، 11 سال عبداللهی در کنار ما بود، با عشق کار کرد، با عشق برنامه داد، عده زیادی دوستش داشتن، یه چه عده هم مخالف. آقا چرا ایشون؟ گفتم آقا عبداللهی یه کارگردان و هنرپیشه برجسته مملکت ماست. آقا یه فیلمش همسفر پرفروشترین فیلم سینما ایران شده. بنابراین آدم چرا باید با یه دیده دیگه بهش نگاه بکنه؟ من خیلی دوستش داشتم. به هر حال هر انسانی طبایع و سلایق خاصی داره، ممکنه این در یه جا با یه طبع و سلیقه، ولی من واقعا نه سانسورش کردم. خودش همیشه میگفت برای اولین بار در طول عمرش فردی که مدیری تلویزیون رو سانسور نکرد، همیشه هر چی دلش خواست گفت، هر کاری خواست کرد، حتی از ما انتقاد کرد، پخش شد، همه اینا بود. این 2-3 ماهی هم که مریض بود، به قول اینا we looked after him. این نیست که آقای ستار دلدار مثل که یه توییت نوشته بودن در سان فرانسیسکو، حجازی به من گفت حسین عزیز که در بیماری مسعود خیلی تلاش کرد، به دیدارش رفت. 2 نفر واقعا که خسرو بهروزی عزیزم که درود بهش میفرستم، هفته پیشم گفتم، و همینطور حجازی، مسعود رو دوست داشتن و مراقبش بودن، میرفتن سراغ. اشاره کرده بود آقای دلدار، همکار قدیمی بنده در صدا و سیمای ما، که ایشون رو بیرون کرده بودن. نه، هیچ کدام از همکاران من در اینجا نمیتونم بگم من بیرونشون کردم. اونایی هم که رفتن خودشون خواستن اومدن، به من گفتن. تینا اومد گفت آقا من میخوام برم، من و تو، پول بیشتری بهم all the best، موفق باش. دوستان دیگری رو که من براشون کار پیدا کردم در ایران اینترنشنال، بعدن بگفتن آقا دیگه نمیتونیم اینجا بیاریم. all the best، موفق باش. بنابراین ما آدمی رو زنجیر که نکردیم، هر کسی انتخاب میکنه، گزینه ای داره. حقوق ایران فردا مساوی حقوق اونا نیست. ما ایم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف ما. و واقعا برگ سبزیست تحفه درویش. بچه ها کار میکنن اینجا، شادن، خوشحالن، سانسور نیست، آزادی دارن، اینا همه هست. ولی من دست و پای هیچ کسی رو نبستم. دوست عزیزی اینجا کار میکرد مدتی، دوست بچگی و جوانی و زندگی من، نظم برنامه رو رعایت نمیکرد. یعنی قرار بود برنامهش مثلا 3 شنبه بیاد، 4 شنبه صبح میمد. سیستم به هم خورده. گفتم قربونت برم این برنامه رو سر موقع بده، نکرد. بعدم یه روز واقعا نمیتونم. مخلص جناب عالی هم هست، بالاترین حقوقم به نسبت اونچه که در لس آنجلس متداول بود من به ایشون میدادم. بنابراین من هیچ کس رو بیرون نکردم، اینو یادتون باشه. همه برادران و خواهران و دوستان عزیز من هستن
و به روی چشم من تا روزی که دوست دارن کار بکنه. یه روزی هم کار بهتر پیدا کردن، کار دیگه خواستن بکنم، مخلص شدم. هست اگرم مریض شدن، اتفاقی براشون افتاد، تا اونجایی که من بتونم I look after them. یعنی نمونش محمد صفریان عزیزم بود که هنوزم داغدارشم و همیشه خواهم بود. یه جوان نازنین با سواد با فرهنگ که ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. برنامه جدید دارم، بهتونم گفتم یه برنامه راجع به زن داریم. زن چجور در همه جای جهان مبارزه کرده، تلاش کرده، حقوقش رو گرفته و تو ایران با چه مسائلی روبرو بوده. شما کتاب زن در انقلاب مشروطیت رو وقتی میخونید حیرت میکنید و چه نازنینانی. من همیشه افسوس میخورم که یه زنانی که تو زندگی برای انسان جایگاه والایی دارن. دکتر هما ناطق استاد من بود، خیلی دوستش داشتم، همراه همسر سابقشون دکتر پاکدامن که عمرش دراز بود، سیمین بانو بهبهانی جایگاه ویژه‌ای در زندگی من داشت، فروغ فرخزاد شعرش در دل من میجوشه هنوز هم. بنابراین اینا کسایی بودن، لوبت والا، یکی از زیباترین انسان‌های دنیا. ما بچه و جوان بودیم، لوبت رو که می‌دیدیم مسحور می‌شدیم. درود بهش می‌فرستم. می‌دونم تنش به ناز طبیبان نیازمند شده، ولی آرزو می‌کنم سر پا باشه، هنوز لوبت جان بتونه برای ما شعر بخونه. خب اینا رو من توی زندگیم دیدم، انسان‌هایی که در جایگاه خودشون بسیار والا بود. حالا اینا رو بیایم ببینیم تصویرشون. تو رو خدا شبکه‌های دیگه ندوین بدو بدو، مثل ما میایم ماندگاران میذاریم، میرن میذارن چهره های ماندگار، ایران بانو میذاریم، میرن بانوان ایران. من نمیدونم چیکار کنم. آه با خدا، این حرمتی برای ابتکار، برای اینکه آدمی ابتکاری داشته، موضوعی برای همکاری که رفته اونو تهیه کرده بگذارید. خیلی خوب، حالا بریم سر مطالب. با سلام و احترام، ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت شادروان مسعود جان اسداللهی، بله، و تسلیت به شما همکارانتان، به خانواده و دوستداران آن کارگردان و فیلم ناو نویس و مجری توانا به عرض میرسانم. شما که قاعدتاً برنامه پنجشنبه های پنجره رودخانه پدری را با جناب مهندس سازگاراست، همان روز پنجشنبه، حالا چند ساعت پیش از ساعت 19 به وقت ایران تهیه میکنید و از اولین ساعات صبح پنجشنبه 20 مرداد برابر 11 آگوست خبر ناگوار اوایل صحبتتان با دکتر سازگارا درباره درگذشت شادروان سایه چند کلمه رد و بدل شد. شایسته بود یه جمله هم در مورد فقدان همکار میگفت. خب اجازه بدید همینجا اشتباه شما. برنامه من و دکتر سازگارا چهارشنبه شب ضبط میشه، نه پنجشنبه. مطمئن باش اگه پنجشنبه بود در پنجشنبه میگفتم، ولی برنامه پنجشنبه‌ام که پنجشنبه ضبط شد برای جمعه دیدید، هم در تفسیر خبر هم در برنامه خودم. بنابراین فکر نکنید که فقدان یک دوست رو من متوجه نیستم یا از چشم میندازم. نه، به خصوص آدم مثل مسعود 11 سال با من بوده، پیش از اون 30 سال با هم دوست بودیم. لندن که بود مرتب هم دیگر رو میدیدیم، پاریس که بود گاهی میومد و میرفت، امریکا هم که از روز اول تلویزیون ایران فردا من رفتم براتونم گفتم،
مسعود تو منزل آقای لیمونادی نشستیم و توافق کردیم و صمیمانه با جان و دل کار کرد. زحمت میکشید برای برنامهش، هفته پیشم گفت بسیار خوب، یه پیام شفاهی به من بده. با درود خدمت دکتر نوریزاده عزیز. جناب دکتر، من نامه سه امضای معروف 22 خرداد 56 رو دارم مطالعه می کنم، نامه مرحوم بختیار و مرحوم فروهر و مرحوم سنجابی. این نامه آیا به نظر شما سیاه نمایی بود یا بیان واقعیات؟ چون الان دارم می خونم بخشای از نامه رو، فزایندگی تنگناها و نابسامانی های اجتماعی سیاسی و مقامات قضایی و پارلمانی، کسی که غیر از پیروی ملوکانه منویات و ملوکانه داشته باشه رو نمیشناسیم، همه چیز در کف اقتدار اعلی حضرت و نیازمندی ها به خاطر خاروبار و مسکن رشد تصاعدی بی‌نظیری داشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی است، صنایع نوپای ملی و نیروی انسانی در بحران تزلزل، تراز بازرگانی کشور نابرابری صادرات و واردات، نفت تبذیر شده، نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی، این دقیقا قید شده در نامه، خشونت های پلیسی، فساد و فحشا، اینا آیا واقعا به این شکل وجود داشته؟ اگر اینجوری دقیقا همین حال حاضر جمهوری اسلامی که، یا نه این عزیزان سیاه نمایی کردند؟ ممنون میشم، امین هستم، مؤید باشید. امین عزیز، مسئله سیاه نمایی نیست، شرایط کشور در اون شرایط حالتی داشت. این دکتر بختیار رو که متن نامه رو اون نوشته بود و فروهر و سنجابی، اینا حس میکردن کشور داره میره به سوی انفجار و میخواستن اون ضربه رو بزنن شاید نتیجه بده. فقط فکر کنید اگر شاه فقید به این نامه اعتنایی میکرد، اثر میگذارد. یه عده نمیرفتن توی کاروانسرا سنگی دست بختیار رو پای فروهر رو بشکنن، کشور ما کجا میره؟ یعنی فکر کنید در پایان سال 56 پادشاه دستور انحلال مجلس رو میداد و انتخابات آزاد انجام میگرفت، جبهه ملی اکثریت می آورد، دولت تشکیل میداد. حالا کسی زیر عبای خمینی میرفت؟ خمینی تا زمانی که از نجف خارج نشده بود هنوز یک مشکل قابل حل بود. به پاریس که رفت، کسانی مثل بنی سعد و قدساد و یزدی و سلامتیان و امثال اینا دورش جمع شدن و خمینی جور دیگه ای شد، خودش هم جور دیگه ای شد. آقایی که نامه می نوشت اعلیحضرت همایونی، اون حرفای رکیک زد. ای کاش، تاریخ با ای کاش نمیسته، ولی اگر پادشاه به این نامه اعتنایی کرد بود. من یادم نمیره خونه دکتر امینی بودم و دکتر امینی گفت ای خدا، امیدوارم شاه این نامه این بیچاره ها رو که بعد خوش که بود بختیار و فروهر چقدر تو زندان بودن، این نامه اینا رو اعتنا بهش بکنه، یه کابینه درست کنه. حالا خودشم اگه میکرد خیلی خوب بود، چهار تا از اینا وزیر بشن. اگه فردا هم نتونستن میگن آقا دید شما هم بیش غلطی نتونستیم بکنیم. و تا روز عجیبه، تا روزی که پادشاه بختیار رو آورد، اصلا بختیار و دوستانش باور نمیکردن پادشاه حاضر بشه دولت رو به اونا بده و داد، و چقدر به بختیار احترام گذاشت. به سنجابی هم گذاشت، سنجابی رفت دستش رو بوسید. سنجابی هیچ مشکلی نداشت، آقای سنجابی مشاور وزیر علوم بود، چه اتاق با شکوهی، چلچراغ، و من رفتم دیدمش.
ای داد. خب با عرض سلام خدمت نوریزاد، آشکار شدن چهره دوگانه کشورهای غربی و آمریکا در قبال مقوله‌ای کاملا یکسان در مورد رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و انسانیت و مرزبندی استانداردهای این گونه دوگانه تنها بیانگر این واقعیت است که غرب به چیزی جز منافع خود اهمیت نمیدهد. علاوه بر این دیدگاه های غربی درباره مقوله دموکراسی در درجه اول برای مردم خودشان حائز اهمیت است، به طوری که رژیم اهریمنی آخوندی در ایران از این دوگانگی غربی برای خود بقای خود بیشترین بهره را برده است. تنها انتظار ما مردم ایران از ایالات متحده اینه که این دیکتاتوری را از فروپاشی نجات ندهد و در کنار آیت الله ها نایستد. هرچند از نظر بسیاری از ایرانی ها جو بایدن اکنون همین کار را میکنه، بنابراین تنها نیرویی که در مرحله کنونی میتواند ایرانی را نجات دهد جنبش سازمان یافته مردم ایران و اتحاد عمل تمام نیروهای سیاسی معتقد به پایان دادن جمهوری اسلامی و استقرار یک دموکراسی سکولار مبتنی بر عدالت اجتماعی است. هرچند این سناریو کنتر اجرا شود، مرگ جمهوری اسلامی کنتر و برای مردم خونبارتر و دردآورتر خواهد بود. با سپاس پارسیان. بله عزیزم، بذار فقط من یه مثال برات بزنم. جمهوری اسلامی میخواد یک وزیر خارجه سابق آمریکا رو بکشه، یک نماینده آمریکا در سازمان ملل و دبیر شورای عالی یا مشاور شورای امنیت ملی رو بکشه. قاتلی رفته لبنان، حزب الله، حزب شیطان شستشوی مغزیش داده، برگشته که پریده بالا سلمان رشدی رو چاقو زده که واقعا ممکنه به فلجش منجر بشه یا آسیب دیگه. همون موقع آقای باب مالی داره مالکشی میکنه که تو کنگره نظر موافق بگیره که به جمهوری ولایت فقیه ارجنت کمک بکنه. اینا مسخره است. فکر میکنین این آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه قاسم سلیمانی، این آدم وقتی میاد این حرف رو آمریکا با حسنیت بوده این دفعه، در این که آمریکا آقای بایدن میخواد با اینا کنار بیاد. 43 ساله آمریکا رو تحقیر کرد، پرچمش رو زیر پا لگد زدن، نه صدام این کار رو کرد نه قذافی، حسنی مبارک هم نکرد، بن علی هم نکرد که آمریکایی ریششون رو زدن. ده ها آمریکایی رو اینا کشتن. همون ویلیام باکلی رئیس CIA در لبنان در خاورمیانه زیر شکنجه پدرش رو در آوردن. چقدر آمریکایی گروگان گرفتن. پیکر یه آمریکایی رو از بالای هواپیمای TW آقای عماد مقنی با لگد پر کرد پایین که مرده بود، کشته بودن. دیگه چی کار باید کرد با بزرگترین ابرقدرت جهان که حداقل دست از حمایت برداره؟ از این ور سخنگوی وزارت خزانه داری میاد میگه این حسن علی جعفر تو لیست تروریست هاست. فردای اون روز میبینیم که آقای باب مالی دستمالو پنگ کرده، ابریشمی بزرگ و مشغول. من حیرت میکنم از این دولت آمریکا. البته دولت های دیگه هم خیلی عاشق ما نبودن.
آقای کارتر که تکلیفش معلوم، بعد آقای ریگان قرآن و کیک و تپانچه فرستاد، پشپندشون هم دبیا دیگه، آقای جورج بوش پدر رو، بعد آقای کلینتون و پسر و غیره، همجوری بیان جلو. همه میخواستن با جمهوری ولایت فقیه بسازن، هزاران ایرانی رو این رژیم کشت، در خاک آمریکا آدم کشت، در اروپا کشت، شخصیت‌های برجسته جهانی ایران رو به قتل رسوند، قاسملو، شرفکندی، بختیار، برومند، فرخزاد، سیروس الهی، آدمای دکتر مظلومان، استادای دانشگاه، اهل قلم، نویسنده، و همچنان ایالات متحده و اتحادیه اروپا که ننگ بر اینا باد، رفتارشون با جمهوری ولایت فقیه اینه که داریم میبینیم. نگران نباشید، من ترس ندارم، من از رژیم جهل و جور و فساد نترسیدم، از اینا که اصلا نمیترسم. حرفو باید زد، واقعیت رو باید گفت. ملت ایران تنهاست، ملت ایران در محاصره است، در محاصره دشمنان، چون هر کی دوست جمهوری ولایت فقیه باشه دشمن ملت ایران. اینو یادتون نره. یه پیام شفایی برام بزن. با سلام خدمت آقای دکتر نوریزاده عزیز. دکتر جان، برنامه تون رو با خانم سپهری داشتم نگاه میکردم، یک سوالی پرسیدید که چرا کاخ سفید و کاخ واکینگهام انگلیس آمریکا با این حکومت مدارا میکنند و کمک ملت نمیکنند. خدمت شما عرض کنم، من میخواستم جوابی برای شما بدم. این حکومت دست پرورده همین آقایونه. کجا میتونه، کدوم کشور میتونه به این راحتی منابع رو بچاپن و ببرن، صدای ما کسی در نیاد. تا زمانی که این آقای ملا هست که اونا راحت میتونن بچاپن و ببرن و بخورن. و ملت توان اینو نداره دیگه، ملت کمرش شکسته، ملت نیاز به یک راهنما داره، به یک نفر فرمانده داره که متاسفانه تنها شخصی هم که میتونه فرمانده باشه آقای رضا پهلوی که خواب ایشونم. ملت به روزمرگی و به این شرایطی که الان حاکم هست متاسفانه دوچار شده و هیچ کاری هم دست کسی بر نمیاد، مگر اینکه واقعا یک رهبر، یک فرمانده بیاد این ملت رو بلند کنه، هدایت کنه، به یک سرانجام برسونه. همه کشورهای خارجی که به نفعشون این جنایتکاران باشن. ممنون، متشکرم. مرسی عزیزم. این مسئله رهبر من نمیدونم چی کار بکنیم. از یه طرف میشنویم که قرن 21 دیگه قرن رهبری نیست، باید جمعی باشه. کو جمعی تشکیل نمیشه. در مورد رضا پهلوی هم آخه ماها بی انصافیم. اومد اون پیام عالی رو داد، صدای پای فاشیست می آید، مجموعه شش گروه جمهوری خواه محکوم کرد. چرا؟ کاری نکرده بود که، نه ادعای پادشاهی کرده بود، نه ولیعتی، کاری نکرده بود، پیامی به ملت داده بود که آقا بجنبین. بعد اون شش گروه رو کنار هم بذارین، من تو مقالم نوشتم تو ایندیپندنت، میشن 33 ممیز مثلا 1/4، چون کودک شیرخواره نوهشون هم باید حساب بکنی، 33 ممیز 1/4 میشن. بابا دستور داری. خب اومد جلو چی کار باز کردیم؟ غیر از شورای گذار بقیه چی کار کردن؟ ایداد بیداد. چرا؟ اونی که به اسم عرب‌های ایران اعلامیه داد فکر میکنه عربای ایران با اون اعلامیه موافقن؟ نه، اتفاقا اونا بیشتر رضا پهلوی رو دوست دارن، کمون که تو اهوازم رضا شاه روحشاد سر دادن. دست ورداری.
بگذاری دیگه حرکتی هست انجام بشه. و میگم باز برید مقاله منو بخونید تو ایندیپندنت، توی سایتمون هم هست. آره، سه سناریوی بعد از مرگ خامنه‌ای. یه رنگ کوتاه بکنم ببرم تو یه جایی که من این شمال ایران رو خیلی دوست دارم، تالش رو واقعا دوست دارم، مازندران رو دوست دارم، اینا همه جای ایران رو دوست دارم. استاد محمد رضا اسحاقی و علی قمصری، این دوتا که قمصری این ور اون ورم میره ولی استاد کمتر. بریم ببینیم این دو مازنی سربلند چه میگویم. که حس کردم تمام اون لحظات داشتم نگاه میکردم اون صندلی، اون خانه پشتشون، شمال. خدایا دلم تنگه، برای وطنم دلم تنگه. یه دشخالگر بیان وطنمو بگیرن، خونمو مصادره کنن، زندگیمو بگیرن. ای وای بر مسعود اسداللهی، فقط فکر کنید اگر سرزمینمون دوچار این فتنه نشده بود، مسعود چند تا فیلم دیگه ساخته. توی اوتلو در سرزمین عجایب مسعود نقش کارگردان رو داشت، ولی کارگردان ناصر رحمانی فر. چقدر نمایش به اعتقاد من یکی بی نظیرترین نمایش هست که چقدر مسعود نقشش رو قشنگ بازی میکرد. یعنی هم بازیگر بود، هم کارگردان، هم سناریست. محلل یایتونه؟ درشکچی یایتونه؟ محلل نه، درشکچی یا محلل هم بود. بله، همسفر، همسفر تنها نرو، بذار با هم بریم. ایدا خب، با سلام خدمت نوریزاده. به خدا نمیدانی وقتی براتون پیام ارسال بکنم چه حال قشنگی دارم. دکتر جان، به خدا ایران داره نابود میشه. چند روز پیش چیزی مشاهده کردم که بسیار آزرده شدم. دبیر دوران دبیرستانم رو دیدم که نگهبان یک شرکت شده بود بعد بازنشستگی. دبیری که وقتی سر کلاس می آمد با یک ابهت بود که نگو. واقعا حق یک دبیر بازنشسته این است؟ خواستم بروم خودم رو معرفی کنم که بگویم من از شاگردانت بودم. بعدم شاید ناراحت شود. چه بر سرمون در آمده؟ سن بنده که یاد نمیده که چطور این زلزله، پنجاه زلزله، فتنه، گنداب بر سرمون ریخت. ولی الان که تاریخ مطالعه کردم میبینم وقتی در ارتش شاهنشاهی 600 نفر توده‌ای وجود داشته که اسرار کشور خودشان را به شوروی سابق میدادن، دیگه از من بی سواد چه انتظاری باید داشت؟ به خدا الان در این دوران اگر جوانی در یک اداره برای مستخدمی قبول شود، تمام نمرات ورودی را کسب کنم، میایم برای تحقیق. حالا اگر یک از خدا بی خبر بگوید پسر عموی ایشان کفتر باز، این بیچاره رو رد میکنه که باعث میشود این جوان برود دنبال کارهای خلاق. چرا کشورهای غربی فقط برای شاهنشاه زرنگ بودن؟ الان 43 سال است که این حکومت به تمام کشورها دنکجی میکند ولی هیچ قدرتی حریفشان نمیشود. ببخشید پیامم طولانی شد. درد دل زیاد است دکتر جان. تو رو خدا شما که خارج هستید کاری کنید، راهکار دهید که همه جوانهای ایران عزیز دارن مثل شمع آب میشن. با تشکر فراوان باز هم بردیا برادر کوچکش. ممنونم بردیا عزیز، ممنونم. چه بگویم، من راه حل رو گفتم. 20 شب 2 میلیون ایرانی در خیابان، پایان نظام است. تردید نکنید. بازم میگم خواهش میکنم برید مقاله منو بخونید. برید مقاله رو بخونید. من تمام رؤیاهایم و درد دلم رو اون تو ریختم. گاهی اوقات آدم واقعا مقاله مثل شعره، منتها در شعر حرکت رو تو نمیدی ولی در مقاله حرکت دست توست، مسیر دست تو. منتها اندیشی یه لحظه میاد
با تو هست متبلور میشه بعد رو کاغذ میاد. شعر، شعر میجوشد و میآید. چقدر خوشحالم که شعر میگم، میتونم بگم، واقعا زندم به اون. گاهی اوقات من با خودم تأمل میکنم، تمام دوستانی که از ایران برای من توضیح میدن به این دلیل به این دلیل، این را قبول، اما تا چقدر باید با یه ملتی بدرفتاری کرد، تحقیرش کرد، آزارش داد، بچه هاشو کشت، زناشو کشت، مرداشو کشت، تا چه حد؟ روزمرگی تا چه حد؟ در حالی که یک بار بیرون اومدن، اینو ایمان داشته باشید. سیدعلی خامنه‌ای و پدر جدش هم نمیتونن با 2 میلیون ایرانی برخورد بکنن، نمیتونن. چون همون پاسدارا وقتی باباشو دید، برادرشو، مادرش، خواهرشو، همسرشو دید تو صف، من اینو نوشتم قبلا توی همون جلوی نخست وزیری اول انقلاب که همه پرشور و امام امام بودن، یه مادری وقتی اونا توهین کردن رفت تو گوش یه پسر زد از این اوباش، تو خجالت نمیکشی مادر خواهر دیجان؟ پسر سرشو پایین انداخت رفت. میخوام بهتون بگم اینجوری نیست، فکر نکنی اینا میان میکشن میبن، نه. اون پاسدارم علارغم شستشوی مغزی، علارغم منافع، اونجایی که میبینه مادرش، خواهرش، برادرش، پسرموش، همکوچهیش، همشهریش تو صف ایستاده، تفنگو میاره پایین، میگیره رو به اونجایی که باید بگیره. ما ارتش دلاور ایران رو داریم، غافل نشید از ارتش. حرف پایانی رو خواهد زد. برید باز اون مقاله رو بخونید، خواهش میکنم ازت. یک پیام شفایی به من بدید. سلام جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، انشالله که همیشه شاد و خرم و پیروز باشی. در ضمن تسلیتی دارم برای شما و تلویزیون شما، برای آقای مسعود اسداللهی عزیز. در ضمن راجع به این برنامه آقای ایرج جمشیدی میخواستم بگم چجوریه این شده آگهی رو آگهی، اینکه برنامهش تمامش آگهیه، ولی تازه یه آگهیه دیگه هم از یه چیز میاد ساکن بدون حرف، ای چند ثانیه است، ولی این یوتیوب یه کمی خوشایند نیست. یه تجدید نظری اگه دوست داشتید راجبش بکنید. چیانی هستم از آمریکا، لس آنجلس، دوستدار شما. ممنونم کیانی عزیز. ببین آقای ایرج جمشیدی که از ما پول نمیگیره، که کارمند ما هم که نیست، او یه برنامه تولید میکنه، ما هم این برنامه رو میگذاریم. دلیلش هم اینه، خیلی ساده بهتون بگم، خیلی از مضامین اون برنامه مورد سلیقه من نیست، ولی توش تیکه‌ای است که جای دیگه نیست، توش تیکایی است که آدمو ملموس با اون جامعه آشنا میکنه، ارتباط میده. اینجا من نشستم دارم فکر میکنم این رژیم با این آدمکشی ها، جنایات زدن هنرمندان، نفس هنرمند رو بسته، اما میبینم هنرمند داره مبارزه میکنه. اون تو میبینم نمایشگاه نقاشی گذاشته با همه سختی ها، تئاتر رو برده رو صحنه با همه سختی ها، با همه سانسور، مردم راه مبارزه رو یاد گرفته. حالا ایشون آگهی میگیره، خب بالاخره باید یه جوری هزینه تولید برنامه‌ش رو به دست بیاره، روزنامه داره. بنابراین من اصلا در این مورد نه دخالت میکنم نه چیزی، فقط اگر ببینم حرفایی در اونجا گفته میشه که با اندیشه من، با مصالح ملی کشور، با مصالح ملی ایران، نه مصالح رژیم، در تعارضه، خب مطمئن باشید که من اونجا مداخله خواهم کرد. ممنونم ازت. سلام.
26 مرداد، امرداد البته، در سایت ایران خودرو و غیره قیمت‌های پایینی درج شده و به مردم سریع بگویید دسیسه رژیم است. همونطوری که روزنامه‌های رژیم تیت کردن، بیرون آمدن دلارها از پستوهای خانه هم دسیسه است و گفتن گام‌های آخر برای احیای برجام هم دروغ است و دادن پول به معلمان هم دروغ است و یک بازی جدید و نیرنگ برای آرام نگاه داشتن مردم و هابی کردن جیب آنهاست. این موضوع را به روش جدید که گفتم برملا کنید. ممنون. همای رحمت. سپاسگزارم. کوروش آریایی نژاد برام نوشته: استاد عزیز، اکثر شبکه‌های ایرانی مثل ایران اینترنشنال و من و تو، نمیگم ام، بلکه ناخواسته بر ضد کشورمون عمل میکنن. تا تجمعی میشه میگن کشتن، زدن، خفه کردن، کور کردن. ای بابا این چه کاریه؟ شما هرچی آزادی خواه رو منکوب کردید. خواهش میکنم به مدیران این شبکه ها بگید اشتباه بزرگی میکنید. ببین عزیزم، این شبکه ها که نمیان علیه مردم کاری بکنن، نه، خبری از پخش میکنن. رژیم با معلم ها چجوری برخورد کرد؟ با بازنشسته ها چجوری برخورد کرد؟ خوب اینا پخش میکنه. امکانات مالی وسیع تر دارن، شبکه خبری بزرگ دارن، میتونن منتقل کنن، به خصوص ایران اینترنشنال میتونه آنن خبر رو همون آن منتقل بکنه. تا الان چندین نوبت خبرهای درجه اول فاش کرده. نه اینجوری نیست، نه اینا همچی رأی و نظری عزیزم ندار. اینم بخونم براتون بعد یه پیام شفایی. با سلام خدمت های دکتر، با چشمان اشکبار این پیام رو واسهتون می نویسم، چون هیچ کس مسعود اسداللهی نخواهد شد. باور کردنی نیست، نه باور نمی کنم که دیگه ایشون رو نمی بینم. دنیا در حال خالی شدن از آدم های عاشقه. دیروز سایه رفت و امروز مسعود. خدا رو شکر که شما هستید آی دکتر، چون تنها دلخوشی ما شما هستید و فکر کنم کارتون سخت شده، چون پیدا کردن آدمی مثل مسعود اسداللهی آسان نیست. ممنونم که هستید و بهتون تسلیت میگم بابت مرگ همکارتون، یکی بود یکی نبود. با تشکر عبدالله. ممنونم عبدالله عزیز، کاردان از دست دادم اسداللهی رو، سفلیان رو، محمد نازنین، برنامه چمتا. خیلی تلخه. دکتر آموزگار رو از دست دادم. اینا رو فکر کنین ضربات بزرگیه، به همین سادگی جبران نمیشه. دکتر صدالدین الهی رو از دست دادم. گوین که برنامه مستقیم نداشت ولی استاد راهنمای من بود. ای روزگار. خب یه پیام شفایی الان بریم. سلام. اصلا من یه نکته میخوام به شما بگم، اصلا این تصورات منه، شاید اشتباه باشه. این کلمه این که میخوام بگم، میخواستم بگم، میخوام بگم، اینو هم آقای نوریزاده میگه، مراد ویسی میگه و خیلی های دیگه اینو تکرار میکنن. این دقیقا تأثیر صحبت های این آقای سازگاراست. اون از اون اول اینو شروع کرد که میخوام بگم و بقیه دارن تکرار میکنن. برای من این آدم آقای سازگارا 10 تا جمله میگه، یک جمله لابلاش تبلیغ وسیع واسه جمهوری اسلامی میکنه. حواستون کجاست؟ چرا به جای اینکه منظورم چیه یا میخوام بگم نمیگید منظورم چیه، یا در این باب میخوام بگم، یا باب مسئله این است، یا چنین است که میگویم، یا چرا همه تون هی دارین میگین میخوام بگم که اینه تک کلام سازگارا. پس معلومه بقیه جمله هاشم رو مخ شما ها رفته، شاید یه نابغه است. حواستون کجاست؟ خدا حافظ. من شگفتی زده میشه. اولا اصلا این اصطلاح من نیست. میخوام بگم که من اصلا، من همیشه میگم میخوام بگم ندارم. نمیدونم ایشون از کجا اینو گرفته. ما میخوام بگم نداریم، میگم. بعد از این همه سال
حالا میگه سازگارا لای جمله چیشی میگه به نفع جمهوری اسلامی. کدوم حرف رو به نفع سازگارا که تون میره علیه جمهوری ولایت فقیه چی رو گفته؟ بابا یه خود انصاف داشته باشه. سازگارا با انقلاب بوده اومده، شاغل بوده، مدیر مؤسسه صنایع بوده، گسترش صنایع، مدیر رادیو شده، تو نخست وزیری بوده، همین رو درست. اما روزی که نگفت به ولایت فقیه، نگفت، نه واقعی گفت. به همین دلیل من خیلی، من توی مالزی بیمارستان بود که باش صحبت کردم، خیلی هم بهش دوستش دارم و کارش هم مؤثر میدونم. بی لطف نباشیم. ناهید بچه محلم تسلیت گفته فوت ابتهاج و مسعود رو، ممنونم ازت. دوست دیگری کلیپ فوق که برای من فرستاده، در یکی از برنامه خودتون برنامه شما ایران فردا پخش کنید و متوجه علت و عمدی بودن و هدفدار بودن خیلی از وقایع خواهید شد. عزیزم فیلمو من هنوز ندیدم، چشم، این کار رو خواهم کرد. بعد پیام شماره 9، با اندوه، با درود بر نوریزاده و همکاران تلویزیون بسیار گرانمایه ایران فردا، بسیار اندوهگین و ناراحت هستم از خبر درگذشت بزرگمرد خستگی ناپذیر و همکار تلویزیون جناب آقای مسعود اسداللهی. این اتفاق بسیار نابهنگام را خدمت تمامی همکاران آن عزیز و جناب دکتر نوریزاده و همچنین تمامی ایران دوستان هموطنم تسلیم. امیدوارم همیشه یادش در تلویزیون ایران فردا مانند حضورش ماندگار و همیشگی باشد. یک گله هم از آقای نوریزاده داشتم، با اینی که با اعلام خبر درگذشت آقای اسداللهی در تمام شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های خبری بی بی سی صدای آمریکا، ولی در تلویزیون ایران فردا با تأخیر و فقط توسط آقای نوریزاده در ابتدای برنامه خود اشاره نمودند که بسیار برای من ناراحت کننده بود، خبر و یاد همکار درگذشته بسیار کم رنگ، در صورتی که برای زنده‌یادان آموزگار سفریان فرابخش بیش از یک اشاره و اطلاع رسانی بود. البته امیدوارم برنامه مفصلی در خور یاد و شخصیت مسعود اسداللهی ارائه دهد. به شخصه بسیار از برنامه یکی بود یکی نبود آموختم و یاد گرفتم. بسیار بر یادش گرامی روحش شاد محمود از کرمان. محمود عزیزم تو همین برنامه شنید توضیح دادم که چون برنامه زنده نداشتم اون روز متاسفانه با تأخیر شد، ولی بعدا مفصل راجع مسعود تو برنامه خودم، تو برنامه شما ایران فردا، تو برنامه تفسیر خبر، همه جا راجع مسعود، بعدم این که گفتی ما برنامه ویژه هم براش درست خواهیم. همکار عزیز من، همه همکارای عزیز من، نازنینان، شما دکتر فرابخشی که اشاره بهش کردی، جای خالی او برای من پرشدنی نیست، هیچ پرشدنی نیست. آنقدر دوستش داشتم که وقتی رفت زندگی من تلخ شد. نازنین انسانی. خب یک پیام شفایی اگه میشه به من بدی. نام وقت بخیر، خسته نباشید. لطفا این دل دزدی های این قوه قضاییه رو که 700 تا خانوار رو بی خانمان کرده، پول گرفته ازشون تحت عنوان تاوانی بسیج قوه قضاییه و قرار بوده سال 91 آپارتمان های پیش فروش شده رو تا سال 94 تحویل بده، الان 1401 هنوز از تحویل آپارتمان ها و ساختن و حتی گودبرداری اونها امتناع میکنه. جلوی قوه قضاییه هم تظاهرات کردیم، پلاکارد گرفتیم، به هیچ داد ما مردم نمیرسن. لطفا اینا رو تو اخبار و رسانه ها پخش کنید. چشم، مخلص شما هستیم. این موضوع رو من میگم همکارانم دمپه گیری بکنن و با تحقیق و با
برنامه ریزی درست، فقط تبلیغ نکنیم یا خبری رو نگیم، مبانیش هم بگیم. ما بسیاری از این برنامه ها داشتیم. من یه وقت یادم زمینایی رو که به افسرهای ژاندارمری داده بودن که بسازن خونه درست کنن، بازنشست شده بود میرفت درست کنه، اینا اومدن انگشت گذاشتن رو شهرداری. کاری که ما کردیم باعث شد مجبور بشن عقب بنشین. حتما این کارو میکنن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.